از خدایی که کار خودش رو بلد نیست ریدم توش خدا که من باور ندارم تو بهشت جهنمت اینجاست ما با میمون یکی هستیم تو قرآنی که صد تا چیزو اشتباه گفت از نظر سوهی اگه خدایی وجود نداره و هیچ کسی هم آدم رو باید کاره بدش بازخواست نمیکنه پس هیتلر فرقش با یا که کارای خوب میکنه چیه خدا رو که من باور ندارم به خاطر اینکه من کلا به چیزایی که وجود ندارن دلیل نمیدونم باور داشته باشم سوالم اینه که هیتلر فرقش با آدم خوب چیه فرقش اینه که من با آدم خوب الان فوش نمیدم با آدم به هیتلر فوش میدی فرقش اینه که هیتلر الان بدترین آدم رو کره زمینه از نظر اسمی فرقش اینه که دیگه هیچ آدمی اسم بچه‌شو نذاشته ادولف از عد وقتی که هیتلر به دنیا به وجود اومده هیچ کی سیبیلاش اونجوری نذاده از وقتی که اون دایوس میزده تو بعدی خوبی تو, تو تو همین دنیا میبینی هیتلر هم برای همین خوشو کشت برای اینکه میدون دیگه از الان قراره بهش تو دنیا بدی بشه تا دوری که میخورد و میکرد و هر گوی خاص خورد کرد روزی که دیدار گیر میافته خوشو کشت اگه خدای وجود داشت مگه دیوانه خوشو بکشه چون اگه دیگه حق قرار بشه به جهنم دیگه هیتلر و نفر اول باشه دیگه پس هیتلر نمیتونه به خدا باور نداشته چرا همه آدما بدی و خوبی رو وصل میکنن به آینده تو تو این دنیا همین امروز خوبی کنی امروز هم جواب تو خوبی میگیری تو این دنیا بدی بکنی بدی میبینی همین ویدیو کارمایی که درست کردیم رو میبینی یه یارو بودش داشتم دیروز نگاه میکردم بچهش و بچه مثلا یه سالش رو تجاوز کرده پسرم بعد بچه میمیره بعد یارو رو میندازن زندان بعد تو زندان که آمارش میاد بیرون این بچهش رو تجاوز کرده 21 نفر زندانی جمع میشن همه اینو ترتیبشون میدن که تمام باسنش پاره میشه و اینا بعد میره بیمارستان باسنشون بخیه میزنن و اینا یه درست بیمارستان میخواد برش میگردونن روزی که برمیگرده زندان دوباره اینو اکشن میکنن همون 21 نفر با بخیه و فلان و اینا خب این داره جرمش الان میبینه دیگه جهنم میخواد چیکار کنه این جهنم همون درست کنیم دیگه آدمی هم که گیر نیفته آره میتونه کار بد بکنه و بره جل جلو هیچ چی هم اتفاق نمیفته در آینده براش واسه بهشت و جهنم به هیچ عنوان لازم نیست تو زن... زندگی امروزی تو بهشت و جهنمت اینجاست واسه میتونی بهش اینجوری نگاه کنی تو هر قبرستونی که بودی بودی امروز اومدی اینجا اگه آدم خوب و خوشی هستی یعنی داری تو بهش زندگی میکنی اگه آدم بدی از سختی میکشی یعنی داری تو جهنم زندگی میکنی این نظر من راجع خدا و بهشت و جهنم و واقعا هر کسی میخواد بدون ا... انسان کجا آمده همین کتابی که رو میزه و گذاشتم و بخونه یه خورده اطلاعاتتون بیشتر میشه بعد میفهمین که ما با میمون یکی هستیم و فقط یه آدم بی سواد احمق توهم میتونه اینو نگاه نکنه و مزخرفات یه نفر دیگر رو قبول کنه چون تو قرآن یه چیزی رو گفته تو قرانی که 100 تا چیز رو اشتباه گفته تو قرانی که گفته تمام موجودا زوج درست شدن ولی ما الان میدیم حیوان هستن که زوج نیستن فقط مادهن و خودش خوش حامله میکنه و دوباره میره جلو پس تو اگه قرار باشه یه دونه ایراد از قرآن بگیری بگیری اشتباه داره توش پس میتونه بیشتر شوشه بیا من هم یعنی یه دونه ایراد گرفتم میتونم 10 تا دیگه هم بگیرم ولی همین یه دونه کافیه دی. واسه بحث ما با کافیه خیلی قاطع گفته که خدا همه حیونا رو زوج درست کرده همین چیزی نیست از خدایی که کار خودش بلد نیست ریدم توش اگرم خدا نیست حرف محمد که توهم زده بوده قاج خورده بوده توی غار که دیگه بیشتر ریدم توش دیگه که هنوز 2000 سال مردم تو توهمن چی شده کی کیو کرد چه اتفاق افتاد همش چرت و پرته همش دروغه همش یه آدم بوده میخواسته قدرت پیدا کنه بره جلو حالا مردمی که به نظر من تو این دنیا تو جهنمن دنبال یه بهشت دیگه میگردن و فکر کردن که اگه برن طرف دین یه سری مزخرفات رو روزی پنج بار تکرار کنن وقتی ببینن خدا بهشون مشروب میده بکس من میگم این آکوس محسه اگه دوست داری باور کنی احمقی این حرفی هم که مردم میزنن باید به احترام به عقاید همدیگه احترام بذاری من اصلا قبول ندارم برای اینکه تا 2000 سال پیش تمام آدمای مثل منو میکشتن هر کی حرف میزه حرف درست میزده حرف حساب میزده یا یه سوالی میپرسه که چرا اینجا اشتباه بوده چرا اینجا زرزدی قران میکشتنش به عنوان جادوگر و وسط شهر و بغیر رو بغیرا میترسونن که هم چه حرفی نزنه حالا که الان دستشون رو دیگه نمیتون آدم رو بکشن تازه اونم یه سری کشور را. یه سری کشور, یه سری کشور که هر روز مثل کشور تخمی خودتون من چرا باید مثلا احترام بزنم به آدمی که احمقه و دو هزار سال این رفتار حیوونی و وحشیانه رو پوش کرده حالا اصلا گور پدر آدمایی مثل من دانشمندا چی اون که میگه زمین گرده خواستن اعدامش کنن چون خدا گفته بود زمین وسطه این تا روزی که دیگه عکسش اومد و ف... نمیدونم ثابت شد آقا نگاه کن دیگه ریاضی این خورشیدی ما داریم می... ما داریم دورش میچرخیم الان اینجاست بعد الان اون ور اگه اون میچرخه دور ما بعد اینوری میشد اونجوری میشد تا روزی که دوستان دیگه ثابت کنن که هیچ چی حرفی ندارن با اونو قبول میکنن و نمیفهمم چه دوری میتونه یه خدا بیاد یه حرفی رو بزنه تو قران اشتباه باشه بعد برای چندین سالم آدمایی که میان میگن این اشتباه بوده رو بکشن بعد بعد از اون ثابت بشه که اون آدمایی که بدبخت مردن درست میگفتن بعد قران هنو پیش بره میگه خب حالا این یکی چی چه بود اشکال نداره منظورش چیز دیگه بود خب یعنی چی منظورش گو خورده نمیدونم تو منظورش درست بگه. من نمیفهم واقعا چند تا گوه و ان باید در از دین و قران و اینا تا مردم چشون. دهنشون جوابش میدونی چیه عددی وجود نداره چون آدم احمق آدم احمق میمونه آدم عاقلم روز اول گول نمیخوره من بچه هم که بودم پنج سالم بود وقتی شنیدم راجع به این چیزو تلویزیون بودم اونم کسی این یارو این کارو کرد این کارو سیمرغ بودم تیکه پاره کرد استخوناشو میکس کرد بعد زد دور زنده شد چرا الان نمیشه این اتفاقا رو وقتی ما بچه بودیم ما بزرگم میگفت فلان کسک کور بود رفت مسجد فلان اخونده دستش گوشو سرش چشاش در اومد اون یکی میگفت فلج بود بالا شد راه رفت اون یکی میگفت زانو شد هیچ دکتری نتونست خوب کنه این خوب کرد مطمئنم بعضی از شما که خرسنتون خورده زیادتر بشه مزخرف از مادر بزرگ و ایناتون شنیدین چرا امروز که دوربین اختراع شده این اتفاقا نمیفته چرا مادر بزرگ یه فیلم نداره که نشون بده ببین یادم رو 2000 کور 2010 کور 2020 کور 2021 رفت مسجد سلیمون .rust. یارو دست نکن ناکن داره میبینه چرا این فیلم دیگه وجود نداره چ یک دونه فیلم وجود نداره کل دنیا بعد چطوری میتونه اگه خدا که شما میگی واقعی باشه چهجوری 3000 تا ازش وجود داره پس تو تو نوعی داری میگی خدای تو واقعی 2999 تا خدا من فقط دارم میگم یه دونه خدا اضافه بر اون 2999 کوشره اونم خدای توه. تو ما تو با هم فرقی نداریم من با سه تا خودت خدا مشکل دارم تو با 2999 تو خدا مشکل داری این ما حرف اون یکیه فقط فرق اون که تو نمیفهمی من میفهمم اون خیلی ساده حالا یا میفهمی یا نفهمی اگه حرف من نمیفهمی بدون نفهمی فکر نکن که مثلا او عقیده ها متفاوته بدون که او کوشره رو باور میکنه مغزت برو بریم سوال بعدی حالا نظرت راجع به اندروتیت 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 آدمیه که یه سری باورا داره که حرفاش درسته خب ولی کلا خسخله چون جو گرفتتش ببین منم مثلا وقتی جوان بودم خب خیلی شروع کردم پول در آوردن منم اونم همه رو مسخره کنم میگم همه برده این همه همه اساسا هم داشتم حتی یعنی مثلا به خواهرم میگفتم بودم تو برده ای درست میری سر کار ماهیم هم انقدر پول میدن فلان به سال بهت خمم میشن جلوت میگن تو مثلا مسئول فلانی ولی برده ای اگه جمعه صبح حال کنی نری سر کار نمیتونی اگه هوا آفتابی میخوای بدم آب نمیتونی اگه من یهو بگم آقا من بخوام برای بیت بخرم با هم هفته بنیم مسافرت نمیتونی بیای زندگی از تو برده ای اینا همین حرفا رو داره میزنه ولی یه دیگه وحشیانش کرده چون این خودش از کون شانس آورده که به یه جایی که رسیده دیگه اینجوری نیستش که رفت زحمت کشیده فلان مثال یه جا بوده وقت درست فکر درست این کارا رو کرده رسیده هم کاری که من کردم یه جای درست وقت درست اتفاقات درست مگه همون فکر تو ایران داشتم هیچی نمی شدم اگه همون فکر رو تو آمریکا بودم ده برابر بزرگ می شدم واسه همین موقعیت و اینا همه اهمیت داره اینم توی موقعیت خوبی افتاده دیگه جو گرفتتش و چون الان میگن رو وضع مالیش اوکی شده قیافه و هیکلش هم دیگه شروع که هر چی دلش میخواد میگه آدمی هم که نشسته از دور نگاه میکنه میگه راست میگه دیگه یارو تا هواپیما شخصیش نشسته با بوگاتیشو داره دور میزنه بهترین جاها داره زندگی میکنه خونه غذا میخوره پس حرف این درسته دیگه این میفهمه من نمیفهمم ولی اینجوری نیست تکنیک هر پول میتونه بده هم از بار کنه در حرف چرت و هم زیاد میزنه واسه من سی درصد دوستش دارم 70 درصد دوستش ندارم چون که خیلی موضوع داره دارک میکنه خیلی موضوع داره سنگین میکنه مثلا راجع به دختره بد صحبت میکنه درسته ولی دختره بد اکثرا که دختر بعد وجود نداره یه عددیه من نمیدونم عددش چیه ولی دختر خوبم هم هست دختر بدم هست هست همونجوری پسر خوب پسر بدم هست پس اینی که میاد به دختر تخم میبینه با پسر تخم هم برینه این فقط با دخترا بیف داره فقط دخترا رو اذیت میکنه الانم که گفتن دخترین زندان به خاطر ری خب پس آدمی که اون گفتن دخترین زندان 30 روز اون تو قرارش 30 روزی هم بمونه بعد اوییدنس داشته باشن نیه. اینی که الان کانکت این همه پول داره نمیتونه بیاد بیرونم تو رومانیا که خودش میگه پلیس میگه بعد 100 دلار می می دارم میدی ولد میکنم مثل پادشاه شدم زندگی میکنم یه آدمی که کانکشن پادشاه داره و پول دارم هست تو کشوری که اگه پولش باشه تو من کار رو میافته گیر افتاده یعنی انقدر مدرک اینو پشتش هست که نمیتونن درش بیارن دیگه من خودم شب ویدیوش دیروز میدیدم صدای خودشه به دختره میگه مثلا من دوست دارم وقتی تو نمیخوای ترتیب تو دادم ترتیب تو دوست دارم وقتی دارم خفت میکنم خدا خودت باشه من دارم ترتیب تو میدم یعنی جو گرفتتش فکر میکنی آدمی خیلی خیلی مهمی ته. مهمتر از اون چیزی که واقعا هست به نظر من آدم خیلی جالبی نیست برای دنیا خوب نیست ولی شاید هم لازم بود یه همچین چیزی بیاد تو همین اکستریم که خود پسرها به خودشون میان ببینن دخترها دارن باشون چیکار میکنن چون من همیشه بچگی میگفتم دخترها خیلی نامردن خیلی همه چی آنفر داره میره جلو یعنی همه چی خیلی به نفع اوناست مثلا من اگر زنگ بزنم به پلیس بگم که النا منو کتک میزنه مثلا میگه که خب اوکی میاد اینجا میگه همه چی خوبه میره النا زنگ بزنه بگه سویل منو کتک میزنه درو میشکنن میریزن تو منو با دستم میبرن FBI, اصلا کاری ندارم من چی میگم بابا خونم دوربین است بیاین ببینین دوربین نمیخوام ببینیم حرف اون کافیه حالا این موضوع رو قبول نداریم اینو توهمیه همین اکتر پاریسا و کربین چی بود اسمش جانی دپ زنش میاد به خاطر اینکه پول بگیره یه مقاله رو مینویسه که این منو میزد پایل صاحب کربیان که یه چیزیه که یارو کریتش کرده اینقدر م... فن داشت و اینقدر زیبا بود از بین رفت یارو انداختن بیرون فقط به خاطر یه حرف زن خب اصلا اینو وحشیانه احمقانه است الان یارو میشستم گرفتنش تو سال... میگن سال 2001 یه دختر منو گفته این منو به زور تعقیبم داده و هنو یارو رو گرفتن بیناموسش کردن تمام فیلمایی که توش بودو کشیدن بیرون انداختنش بیرون خب واقعا اینا رو خیلی آنفر میدونم چون بیا ثابت کنین اول بعد که ثابت کردین شو یارو بنوزین بیرون توی 5 سال گذشته تو آمریکا اصلا نمیخواد ثابت کنین فقط کافی یکی بیاد یه چیزی راجع بهت بگه که خیلی هم کردن دخترو فهمیدن اینجوری دختر پپه که نیستن فهمیدن او اگه یه چرت و پرتی بگن که اصلا همین جانی تو دادگاه که بود زن شما اینو گفت توی این صداش جو ضبط شده میگه من میرم میگم که تو منو میزدی میگه دایوس جانی میگه میگه دایوس تو منو میزدی میگه کی حرف تو رو باور میکنه یعنی حقیقت رو باور نمیکنن مزخرف منو باور میکنن و اینو با قاطعیت و ریلکسهشن میگه خب اینو با حرف آروم نمیشد این موضوع رو, رو تموم کرد یعنی واقعا نفر مثل اندرو لازم بود بیاد که اینجوری بکوبه این داستانا رو بیرینه به دخترای خورده که مثلا یه خورده پسرا چششون باز شه ببینن اوه راست میگه ها چطور پد نیست من فقط دوست داشتم که کارهای خلاف سنگین نکرده بود که حداقل بودش هنوز یعنی این کنه افتاد زندان خب خیلی برای شخصیتش بد شد چون که دیگه با قانون و با مدرک دارن میگن که آدم تخمی هستی اینم خب بالاخره خودت زور کردم به دختر باشم شاخ باشی بعدش که من دوست داشتم تو دل دلت به من بدی من به زور این حرف جالبی نیست که مثلا تو بزنی یا مثلا یه ویدیو هستش میاد میگه که من دخترا چه چون کلا سن کاری که میکنه پول در میاره تو یه جا زده کمرا میذاره دخترا می اونجا لخ میشن توی اونلی فنز و اینا پول میگیره و پولش رو دخترا شیر میکنه چیزش هم اینه که جا رو من میدم دوربین رو من میدم نمیدونم صدا رو من میدم همه کاراشو من میکنم آپلودشو من میکنم پیمنت تو من میگیرم تو آمریکا همه کاراتو من میکنم نس نس، حالا هر چقی دیلشون هست کسی که گستخار پولدار باشه احتیاج نداره همچین کاری بکنه وا میگم این خورده چطور زیاد میگه شاید حقیقت همیشه ما نمیدونیم همه چی این نظر بنده است رو اندرو تیت یه بار که دراگ زدی و فاک رفتی بدترین بارشو من من فقط تو زندگی مشروب خوردم گل زدم دو بارم قارچ خوردم یه بارم سلویا سلویا خیلی نمیدونن اصلا چیه گله آزادم هست هیچ وقت به گاه نرفتم همیشه خوب بودم هیچ چیز خاصی پیش نیامده فقط سلویا که یه بار زدم خیلی خیلی احساس غیرعادی و عجیبی یعنی اتفاقی که تو مغزت میفته اصلا باور نکردنی که وقتی کلا دو دقیقه تا سه دقیقه هایی یعنی مجبوری پشت چراغ قرمز بزنی ولی وقتی که برمیگردی نمیدونی ب... تا امروز این سوالو دارم که آیا این چی من الان دارم میبینم واقعیه یا اونی که نمیبینم واقعیه چون مثلا تو اتاق یه اتاقی که بودم یهو این میزه تبدیل میشد به مثلا میز بیلیارد بعد عین میز بیلیارد بود دست میزدی میز بیلیارد بود همه چیش میز بیلیارد بود و وقتی برمیگردی دوباره میشه میز بعد تو نمیدونی که این میزه واقعا میزه یا میز بیلیارد تو داری میز میبینیش یا یعنی اینکه این میزه تو اون موقع میز بیلیارد دیدیش اینقدر طبیعیه مثلا خیلی اکسپرینس جالبی بود واسه من من اون موقع لحظه بود که تو مثلا بفهمم آدمایی که مثلا موادای سنگین هستن مثلا هیچ وقت تو دنیا نیستن میزن همش تو هپلوه بدون میاد میخوابه بولم میشه دوباره میزنه من تو قبل از اون فکر میکردم این کاملا بعد از اون فهمیدم که این آدما دارن توی دنیای دیگه زندگی میکنن یعنی اون دنیای دیگه یارم مثلا تو میبینی افتاده زمین داره ازش سوسک مثلا داره میره بالا پایین ولی اون ور تو اون دنیای دیگه مثلا میتونه داره مثلا پادشاه باشه چیزی که تو نمیبینی و انقدر واقعی چون تو مغزشه مثل فیلم ماتریکس انقدر واقعی تو مغزشه که داره با اون حال میکنه واسه وقتی میاد اینجا میگه دوباره بدبخ شدم دو کنار خیمه بز بزنم, بزنم برم بشم پادشاه میزه دوباره نمیشه پادشاه من امروز بود که تو صاحبم خفه میفهم ولی شخصا هیچوقت اتفاق بعد از هم نیفتاده هیچ وقت حالم بعد بشه نمیدونم بالا بیارم نمیدونم بگم گو خوردم نه هیچ وقت هیچ همیشه توپ توپ